درود به شما شنوندگان عزیز. شما شنونده رادیوی جهانی پارس هستید. در این قسمت برنامه پیغام روز پخش خواهد شد. خوشحال می شویم در طول پخش این برنامه با ما همراه شوید. کلام امروز تقدیس شده. در برنامه امروز شبان دوگ شرودر با ما درباره تقدیس شدگی صحبت میکنه. به برنامه امروز با هم گوش میکنیم. هر ساله در کلیسای ما، شبان ما در کلیسای لوتران در گریندیل ویسکانسین که خانه کلام امروز هست، ما موضوع جدیدی داریم. رسم ما این هست که موضوعی جالب پیدا بکنیم که پیغام ها و دل ها و افکار خودمون رو بر اون متمرکز کنیم. امسال من تصمیم گرفتم که برم و موضوعی پیدا کنم که قلب ها و افکار ما رو در سال 2014 به چالش بکشه. چندین سال هست که ما نوجوانان 14، 15 و 16 ساله رو برای این منظور به کار میگیریم تا اینکه خلاقیت بیشتری داشته باشیم. خب موضوع اصلی ما برای سال 2014 قلب‌ها و افکار پاک در 2014 خواهد بود. پس امسال در کلام امروز پیام‌هایی رو خواهید شنید که بر موضوع تازه کردن دل‌هایمان متمرکزه. بر احیا کردن روح‌هایمان در خداوند و زندگی پاک و مقدس و چیزهایی در این رابطه. اینها نکات حساسی در خدمت ما در سال آینده خواهد بود و ما امیدواریم که از شنیدن این موضوعات در برنامه لذت ببرید. ما پیغاممون رو در این راستا با متنی که از مزمور انتخاب کردم که برای بیشتر شما آشناست شروع خواهیم کرد. متن انتخابی من از مزمور 51 هست. این مزمور رو داوود پادشاه اسرائیل نوشته. این مزمور بلا فاصله بعد از زنای او با بتشبه نوشته شده. این زمان به هیچ عنوان زمان خوبی در زندگی داوود نبود. وقتی که او توسط ناتان نبی ملزم شد و به گناه خودش اعتراف کرد، بخشی از اعترافات او همین مزمور 51 رو تشکیل میده. او در آیه 10 میگه: خدایا دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان. این بسیار ساده و صریحه. خدایا درون من دلی پاک خلق کن و روح منو تازه کن. ما لحظاتی ملاحظه خواهیم کرد که دنیا چقدر بر رفاه جسمی ما تمرکز میکنه. مخصوصاً به عنوان کسانی که سنی از اونها گذشته و به سالهای پیری زندگیشون نزدیک میشن، تاکید زیادی روی بقا شده. سعی در حد اکثر استفاده از زندگی، سعی در این که جوانیمون رو هدر ندیم. علم کارهای خارق‌العاده‌ای برای افزایش طول عمر و سلامتی انجام داده. یکی از چیزهایی که چندی پیش در اینترنت دیدم این بود که بیشترین جستجوها در اینترنت در رابطه با کسب پول و درآمد و چیزهایی مثل این نبوده، بلکه عملاً اکثر مردم به دنبال راههایی برای سلامتی و طول عمر بودند. اینترنت به محل نگهداری انبوهی از اطلاعات انسانی در مورد سلامتی تبدیل شده و مردم با جستجوهای مداوم سعی می‌کنند که خودشون رو درمان کنند، وضعیتشون رو بهبود ببخشند و اطلاعاتی در مورد اشکال و فرم‌های بیماری‌ها به دست بیارند. با وجود تمام اطلاعات و تأکیدهایی که در سراسر دنیا در مورد بدن انسان و سلامتی او وجود داره، ما می‌خوایم بیشتر بر روی مسائل روحانی انسان تمرکز کنیم. کتاب مقدس میگه تمرینات ورزشی برای بدن خوبه. ورزش می‌تونه به نفع شما باشه. اما خداشناسی برای همه چی مفیده. کاری که امروز ما می‌خوایم بکنیم اینه که بیشتر تاکیدمون رو بر روح، فکر و قلبمون قرار بدیم و فکر کنیم که چطور میتونیم قلب و افکارمون رو پاک کنیم تا بتونیم زندگی سالمتری داشته باشیم. واقعا اهمیتی نداره که وضعیت جسمانی شما چطوره. بدن شما همیشه میتونه تحت تاثیر روحتون قرار داشته باشه. به این در کتاب مقدس اصطلاحاً تقدیس شدگی گفته میشه. تقدیس شدگی زمانیه که شما توسط خدای قدوس مقدس میشید. این کار روح القدسه. این هدف و وظیفه روح القدسه. به طور نمونه وقتی از تثلیث صحبت میشه از سه شخصیت خدا
ما تقریباً کارها رو تقسیم شده می‌بینیم. هر کدوم از اشخاص تثلیث کارهایی منحصر به خودشون دارن. در مورد خلقت، خدای پدر به عنوان پیش قدم در کار خلقته. وقتی به مسئله نجات می‌رسیم، کاملاً به نظر می‌رسه که عیسی مسیح این کار رو به عهده می‌گیره. جسم انسانی به خودش می‌گیره تا اینکه رنج بکشه و بمیره و او پیش قدم این کار میشه. وقتی به مسئله تقدیس شدگی میرسیم، در اینجا روح القدس کار احیا و عادل کردن ما رو در برابر خدای پدر به عهده میگیره. روح انسان این استعداد رو داره که در طول زندگی گناه رو انباشته کنه. چنین به نظر میرسه که ما آهن رو با یه گناه هستیم. هر چقدر هم که بخوایم مقدس و نیکوکار باشیم، باز هم این تمایل در ما هست که طرز فکر و رفتارهایی داشته باشیم که مقدس نیستن. من به محصولاتی فکر میکنم که وقتی تولید میشن کاملا سالم و پاکن، اما وقتی مورد استفاده قرار میگیرن به مرور زمان کثیف، شکسته و از فرم خارج میشن. من یک ساعت دارم که سفیده. حالا میتونید فکرش رو بکنید که چقدر میتونه سخت باشه که این ساعت رو که هم بند و هم صفحش سفیده از کثیف شدن حفظ کرد و اون رو سفید نگه داشت. من هر چقدر هم در این مورد موفق بودم، اما به نظر میرسه که رنگ ساعت به مرور کدر میشه. رنگ او رفته رفته به زردی و تیرگی میزنه. این به دلیل این نیست که من در نگهداری اون کوتاهی کردم و باعث خرابی شدم. فقط به این دلیل که اون ساعت در دنیای فانی مورد استفاده قرار میگیره. به همون ترتیب افکار و ذهن‌های ما هم ناپاک میشن. ما اکثر اوقات نمیتونیم 100% خالص و پاک و درست کار باشیم و غالبا در دام اشتباهات سقوط میکنیم. کتاب مقدس میگه هیچ کدوم از ما عادل نیستیم، حتی یک نفر ما. هیچ کدوم از ما نمیتونیم بگیم به ناجی نیاز نداریم، به خدا نیاز نداریم. بله، ما به خدا نیازمندیم. ما گناهکار، منحرف و کجرو هستیم. شاید ما همیشه اونطور عمل نمیکنیم، اما قلب و ذهن ما منحرفه. اونها ما رو گمراه و سرگردان میکنن. انواع روش‌های نادرستی و تنبلی و چیزهایی رو به ما تحمیل میکنن که معمولاً به عنوان گناه تلقی نمیشن، اما در واقع اینها انحطاط و سقوط هستن. پس خدا باید ما رو از نو بسازه. خدا باید یک بار دیگه حکمرانیشو در زندگی‌های ما برقرار کنه. داوود این رو درک میکرد. اون مردی بود که قلبش با خدا بود. کتاب مقدس او رو با روحی دوست داشتنی توصیف میکنه. به جز این که او هم در دام فریب افتاد و از قوانین خدا تخلف کرد. این چطور اتفاق افتاد؟ خب، برای یک شخص به عنوان انسان بسیار سخته که دائما در وفاداری و پاکی بمونه و تمام طول عمرش سقوط نکنه. اکثر ما دوره‌های سرگردانی و نااطاعتی داشتیم. این بخشی از ضعف طبیعت انسانیه. وقتی این اتفاق در زندگی داوود پیش اومد، او میدونست که به کجا باید مراجعه کنه. او باید دوباره به سوی خداوند باز میگشت. به این دلیل که او گفته خدایا در من قلبی طاهر بیافرین. چیزی که در این مورد بسیار جدیه اینه که اگر شما بخشش میخواید، باید به سوی کسی برید که میتونه اون رو به شما بده. خدا تنها کسیه که واقعا میتونه قلب انسان رو از نو بسازه و شروعی کاملا تازه و با بخشش به او بده. انسان ها بعید به نظر میرسه که بتونن این کار رو بکنن. ما فقط میتونیم ببخشیم. ما این قابلیت رو نداریم که قلب و روح کسی رو بخونیم، اما خدا میتونه. از این گذشته خدا میتونه روح راستی در ما خلق کنه. همونطور که در آیه 10 میگه کلمه راستی مهمه، چون اون به معنی روحی اصلاح شده است. خیلی ها هستن که با روح ناراستی زندگی میکنن، با دیدگاه دنیایی، با رفتارهای غلط، و همین میتونه رفتارهای شما رو بیچون و چرا تحت تاثیر قرار بده. روح خدا میتونه طرز فکری درست در ما ایجاد کنه. به این دلیله که گوش کردن به کتاب مقدس اهمیت داره. کتاب مقدس رو بخونید و اجازه بدید خدا افکار شما رو شکل بده تا بتونید روحی شایسته داشته باشید. روحی راست. اما عرصه دیگه ای هم برای این هست. روح راستی به این معنیه که یک نفر دوباره ساخته میشه. اون شخص تغییر میکنه و بهبود پیدا میکنه. روح خدا تنها کسیه که این کار رو میکنه. کسیه که به ما قدرت میده و ما رو از نو میسازه و ایمانی ثابت درون ما قرار میده. پس ما باید زندگی ها و افکار خودمون رو با خدا پیوند بزنیم و خودمون رو
در دسترس او قرار بدیم تا بتونه به ما تعلیم بده و ما رو هدایت کنه. همه اینها مربوط به یادگیری کلام خدا از کتاب مقدس است. بعد از اون خدا میتونه افکار ما رو تغییر بده، به خاطر اینکه این افکار هستن که تبدیل به عمل میشن. اگر شما میخواید خداشناس بشید و گناهانتون رو از زندگیتون پاک کنید، اجازه بدید خدا در قلب و ذهن شما کار کنه و افکار شما رو تغییر بده. این با آگاهی از این واقعیت شروع میشه که او تمام گناهان شما رو در عیسی مسیح بخشیده و بعد از اون اطمینان از این که محبت او نسبت به شما ابدیه و او منتظره که شما با زندگی و اعمالتون او رو جلال بدید. امسال بیایید هدفتون این باشه که قلب و ذهنی پاک داشته باشید تا اینکه افکار شما بر مسائل خداشناسانه تمرکز بشه، نه بر مسائل دنیایی، نه به تباهی گناهکاری، بلکه تمرکزتون بر چیزهایی باشه که خداوند رو خوشنود میکنه. بذارید روح او شما رو از نو بسازه، بذارید او شما رو به شباهت عیسی در بیاره تا اینکه با افکار و اعمالتون بر خوشنودی او تمرکز کنید. ما نمیتونیم این رو به کمال انجام بدیم، اما با تکیه بر بخششی که در عیسی هست و با قدرت روح القدس در شما، من اطمینان دارم که شما با قلبی پاک و افکاری درست برای جلال خداوندمان در سال 2014 به پیش خواهید رفت. امیدواریم این برنامه باعث تشویق و بنای زندگی شما عزیزان شده باشد. شما می توانید از طریق شماره واتساپ 201-638-98-98-98 تکرار می کنم 201-638-98-98-98 و همینطور ایمیل آدرس wrpersian@gmail.com با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برنامه‌های رادیوی جهانی پارس را در وبسایت www.persianworldradio.com دنبال کنید. خوشحال می‌شویم نظرات، پیشنهادات و همینطور سوالات خودتون رو در مورد این برنامه با ما در میان بگذارید.